چرا نماز نمیخوانی؟ نه واقعیت، یک بار از خود بپرس، چرا؟ چرا نماز نمیخوانی؟ آیا این نعمت ها و مهربانی هایی که الله بر تو داده را انکار میکنی؟ یا ای که فراموشش کردی؟ به نظرت الله سزاوار یک تشکر نیست به خاطر این همه نعمت هایی که بر تو داده؟ تصور کن الله تو را فراموش بکنه قسمی که فراموشش کردی. کی تو را حفظ میکرد؟ کی تو را کمک میکرد؟ و کی به تو سلامتی میداد؟ اگه کسی در دنیا براتون یک تحفه خیلی ناچیزان بته، خیلی از او تشکری میکنین و فکر میکنین که مدیونشان هستین. ولی الله متعال هر قدر نعمات بیشتر برات بته تو نادیده میگیری. چرا نماز نمیخوانی؟ آیا به خاطر از اینکه زیاد وقتت میگیره؟ ساعتها به خاطر تماشای فلم، گوش دادن موسیقی و یا بازی کردن میشینی، در حالی که منکرات حرام است، ولی چند دقیقه با الله خود ملاقات نمی کنی، با خالق خود ملاقات نمی کنی. چرا نماز نمی خوانی؟ آیا دلیلش چی است که فکر می کنی یک عمر طولانی بر زندگی داری؟ فکر می کنی که هنوز جوان سالم هستی و میگی برو نماز سال آینده شروع می کنم، یا رمضان بعدی، یا بعد از اینکه حج رفتم، یا اینکه ازدواج کردم، یا در پیری شروع می کنم؟ تو اصلا با این سخنانت کی را فریب می دی؟ قبرستان های ما پر از پسران و دختران نوجوان هستند که دقیقا مثل شما فکر می کردن. می گفتن انشاءالله فردا نماز شروع می کنم، ولی متاسفانه وقتشان تمام شد. توبه کن برادرم، توبه کن خواهرم، به پروردگار خود رجوع کن، به خالق خود رجوع کن. الله متعال از توبه خالصانه و صادقانه بندش خیلی خوشحال میشه. حتی همه گناهان، همه اعمال زشت، همه اعمال بدش به نیکی ها تبدیل میکنه، البته اگر توبه خالصانه باشه. الله متعال در قرآن کریم میفرماید إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اما کسی که از خطاها و گناهای خود به درگاه الله توبه کند و ایمان راسخ بیاره و بعد از توبه و ایمان آوردن اعمال صالح انجام بده، پس الله متعال از خطاهایش درگذشته بدیهایش میبخشه و او بدیهایش به حسنات و نیکیها تبدیل میکنه. ولی شرط چیست؟ که از گناهان گذشته خود کاملا دست شسته و بر آنچه از وی گذشته است پشیمان باشه. و الله بر توبه کاران بسیار بخشاینده است و رحمتش بسیار وسیع است. در دنیا هیچ چیز زیباتر از این وجود نداره که در مقابل خالق یگانه سر به سجده بگذاری و هیچ احساس شیرین تر و بهتر از نزدیک بودن به الله وجود ندارد.